یا همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. من مزاحمتون شدم، یه سوالی داشتم راجع به طلاق. تصمیم به طلاق گرفتم ولی فکر کردم که با شما زنگ بزنم و شما صحبت بکنم تا نظری نفر متخصصم در این زمینه بدونم، اگه کمک بفرمایید ممنون میشم. به من چند تا سوال من شما جواب بدید. تلفنتون که روی بلنگو اینا چون کمی صدا میپیچه، اگر هست برش دارید، اگر نه که هیچ. پرسش شما از کجا تلفن میکنید؟ شما از کجا تلفن میکنید؟ کانادا مدام میشم. یک، به من بفرمایید شما و همسرتون هر دو چند سالتون؟ من 49 سالمه، همسرم 44 سالش. چه مدتی است ازدواج کردی؟ ما 20 سال پیش تو ایران ازدواج کردیم. فرزند چی دارید؟ یه پسر 18 ساله و یه پسر 10 ساله. چه مدتی هست که کانادا هستید؟ 13 سال. به من بفرمایید هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟ من PhD استاتیستیک خوندم و آرندی یک کمپانی همزمانم، افلیت پروفسورم تو دانشگاه، ایشون آپتیشن هست. بسیار خوب. به من بفرمایید هر دو فرزند چندم هستید؟ حضور نت کنم، من فرزند دوم هستم از 5 یه خواهر بزرگتر از خودم دارم و یه خواهر کوچکتر و یه برادر خواهر. ایشون فرزند اول هستن. خواهر، خواهر، برادر و خواهر. یعنی ایشون 5 تا هستن؟ نه نه، ایشون خودشون خواهر اول هم و یه خواهر 4 تا بعد از خودشون دارن، یه برادر و یه خواهر بعدش. برای این 4 تا هستن. اوکی. به من بفرمایید که مسئله یا موضوع اصلی و اساسی یا مشکلاتی که در زندگیتون پیدا شده یا به صورت برجسته هم اکنون هست چی هست؟ من اگه بخوام مهمترین قضیه رو بگم، این عدم کامیونیکیشن یا صحبت کردن بین ماست. ایشون دوست نداره صحبت کنه و به هر حال همیشه تو صحبت کردن مجبوره که کامپرومایز کنه، به خاطر که میخوایم مسائل رو حل کنیم و ایشون دوست نداره صحبت کنه و خب این صحبت نکردن کم کم باعث شده ما از هم دور بشیم. نه آخه نه، سب کنید. درباره موضوع هایی که میخواید تصمیم بگیرید، حالا اگر یکی سکوت کنه مطمئنم کار درستی نیست، ولی حداقل یه نفر تصمیم میگیره انجام میشه. اینکه شما با هم گفتگویی نمی کنید درباره موضوع ها و مسائل یک عادی، دو زمینه هاییست که میان یه زن و شوهر از در احساسی عاطفیه. من نفهمیدم شما درباره موضوع ها و مسائل زندگی ایشون سکوت میکنه یا درباره اصولا آنچه که مربوط به زندگی خصوصی و نزدیک دو تا آدمه. نمیدونم مقصودتون از اینکه ایشون صحبت نمی کنن چیه، یعنی چی؟ در مجموع راجع به همه مسائل میتونم بگم باشه و مهمترین چیزی که شاید من آزار میده که تصمیم به جدایی گرفتم اینه که اینتیمیسی بین ما نیست. این چیزی که بخواد نزدیکی رابطه نیست، حتی رابطه زناشویی هم بسیار کمه و اصلا کوالیتی نداره. و خب حالا سوال من از شما اینه که آیا شما یه زمانی بوده که هر دو همدیگر رو دوست داشتید و این روابط احساسی و عاطفی و یا جنسی به صورت معمولش یا خوبش بوده؟ بله در اول بود. برای چه مدت؟ اول بود. نه چند سال اول؟ رابطه تا باید بگم 5-6 سال قبل با چالش با مشکلات بود و ولی میتونستیم با هم بشینیم صحبت کنیم حل کنیم. نزدیک 5-6 ساله که دیگه چون حاضر نیستن صحبت بکنه و آره مسائل داره بدتر میشه. خیلی خوب.
حالا ایشون اولا شما حدس و گمانتون چیه که ایشون نمیخوان حرف بزنن؟ من فکر میکنم دلیل اصلیش اینه که زمانی که ما میشینیم صحبت میکنیم ایشون دوست نداره کامپرومایز کنه، دوست نداره از یه سری مسائل بگذره، فقط میخواد حرف خودش باشه. و مثلا یه مثال خیلی ساده بزنم، ایشون من نمیدونم درآمد ایشون چقدره هیچ وقت، ایشون خب گاهی اوقات من پولی میاره تو حساب ولی من حقیقت نمیدونم چقدر درآمد ایشونه، چه جوری خرج میکنه، در صورتی که مثلا من همه پولم میاد تو حساب، زمانی که مثلا من میخوام از ایشون که بیا صحبت کنیم خب هزینه هامون چه جوریه، درآمد هامون چه جوریه، ایشون نمیاد. یا مسائل مربوط به تربیت بچه، مثلا ایشون میگه باید اینطوری باشه، خب من میگم اونطوری باشه، خب بیایم بشینیم راجع به این مسئله حل صحبت کنیم، صحبتی نمیکنه ایشون، نظر خودشو میگه و معمولا هم صحبت های ایشون انجام میشه دیگه. به هر حال به حد زیادی من نگران پسر 10 سالم هستم که تنش نمیخوام تو خونه باشه. خب حالا اگر من از ایشون بپرسم چرا شما دو نفر آدم تحصیل کرده یا آگاه درباره مواردی که با هم اختلاف نظر دارید صحبت نمی کنید که به نتیجه مطلوب برسید و هر دو موافق باشید و تأثیر تصمیمتون رو بیشتر کنید، پاسخ ایشون به من چیه؟ مهمترین چیزی که ایشون به من میگه اینه که با تو نمیشه صحبت کرد. من از ایشون دارم میپرسم چرا نمیشه با همسرتون صحبت کنید؟ و بعد بهش میگم شما چرا نمیتونید با همسرتون صحبت کنید؟ چی میگن به من؟ ایشون مهمترین چیزی که فکر میکنم میگن بازم همینه، به شما بگن احتمالا همینه که ایشون شنونده خوبی نیست، ایشون گوش نمیکنه، ایشون کانتریبیوت نمیکنه تو فامیلی، این مسائل رو که خب خیلی عنوان میکنن. ولی شما چی میفرمایند سخته برام حقیقتا. نمیدونم آخه ایشون برگرده بگه نه صبر کنید آخه ایشون به من برگرده بگه که ایشون گفتگو نمیکنه، کامیونیکیت نمیکنه، میگم ایشون که شکایت چیه است که شما حرف نمیزنید، چطور شما میتونید بگید ایشون نمیخواد حرف بزنه؟ نه ایشون میگه بلد نیست صحبت کنم. کی بلد نیست صحبت کنه؟ بنده. ایشون همسر بنده میگه که تو بلد نیستی حرف بزنی. پس چه کار میکنین شما؟ نه آخه بلد حرف آدم میتونه بزنه، حرف زدن که بلدی نمیخواد، مهم اینه که یه گفتگوی معقول منطقی هست، واقع بینانه است یا نه. راجب اون ایشون نظرشون چی؟ فکر کنن که شما نگاه و نظرتون راجب چه موضوعی واقع بینانه است؟ آخه یه آدمی با دکترا اونم در یه رشته مانند استاتستیک که کسی نمیتونه متهمش کنه که تو درباره موضوعایی که میخوایم با هم راجب مسائل زندگی زناشویی یا بچه‌ها حرف بزنیم تو توان گفتگو نداری. آخه این حرف درستی نیست عزیز. مطلب بنده هم همینه آقای دکتر، یعنی من تلاش زیادی کردم و ببینید من اصلا بحثم اون نیست، میرسیم به اون. من میخوام ببینم آخه ایشون کجا ایستاده؟ ایشون که خودشون اونجا نیستن که حرف بزنن، هستن؟ نه تشریف ندارم. بسیار خوب، حالا اگر من به همجاز که بس شما پرسم اگر بودن چه میگفتن، ولی باید جواب من معقول و منطقی بتونن بدن. بنابراین من حرفم این است که همسر شما میگه من میخوام حرف بزنم، تو نمیخوای حرف بزنی، بعد ایشون چی میگن به من؟ من حدسم همینه که ایشون میگه همسر من صحبت کردن یاد نداره، همسر من نمیتونه کامپرومایز کنه، مسئولیت که ایشون آخه نمیتونه کامپرومایز کنه. آدم ها میتونن به این توافق برسن که ما با هم توافق نداریم، برای درباره یه موضوعی که مسئله کامپرومایز نیست، به هر حال یه راه انتخاب. بعد اشاره کردید که شما رو متهم میکنن که کانتریبیوت نمی کنید، مشارکتی نمی کنید. در چی شما کانتریبیوت از در ایشون نمی کنید؟ حقیقتا آقای دکتر اگه من بخوام واقعیتش بگم، من برداشت خودم رو به شما دارم میگم، اینه که ایشون مسائل اینطوری رو مطرح میکنه، اینا برای منم سواله. وقتی من از ایشون سوال میکنم شاید 99% اوقات میگه من الان وقت ندارم باید صحبت کنم، من نمیخوام باید صحبت کنم، منم همین سوال رو میکنم، میگم خب
حالا مثالی که بخت شما زیاد نگره مسائل مالی، ایشون میگه مثلا شما پولا رو بالا پایین میکنی. میگم خب من این فیش حقوقیمه، اینم برداشت واریز به حسابه، اینم برداشت از حساب، شما با من بگو من کجا رو بالا پایین میکنم. خب آخ جوابشون چیه؟ یه چیزایی میگه که به هیچ جایی نمیرسه آقای دکتر. نه صبر کنید عزیز من، نه صبر کنید همینجاست. شما بهش میگید که این حقوق منه، این فرض کنید اطلاعاتیست که تو میتونی داشته باشی، شک هم داری میتونی چک کنی، این کار منه. ایشون بعدا جوابش چیه که تو پولا رو پایین و بالا میکنی؟ یا جوابی یا... نمیدن معمولا. نه آخه صبر کنید عزیز، عزیز میکشن میرن. نه صبر کن، صحبت نمیرسه. نه من که نمیگم ایشون صحبت کنن. نه ببینید عزیز، آخه شما که تئوری احتمالات خوندید، احتمال چیه؟ یک، ایشون دروغ میگن. دو، ایشون بیمارند. سه، ایشون برنامه و نقشه های دیگری دارن. خب شما من بگید کدام یکی از ایناست؟ یه بیماری است که نمیفهم، نصب کنید، یه بیماری است که نمیفهمه. وقتی میگید من 5000 دلار پول گرفتم ریختم به حساب، میگه که این 5 نیست، این چرخوندیش، نه این 50 باید باشه، همینجوری یه چیزی میگه بدون سند و مدرک. یا اینکه نه میدونه شما این پول رو به حساب ریختید به بهانه اینکه نمیخواد پولای خودش رو بریزه یا یه برداشتی داره میگه، یا اینکه نه ایشون اصلا دلش میخواد از شما فاصله بگیره، به دلایلی از شما بدش میاد، از شما متنفره. اصلا نمیخوام اذیتتون کنم، ولی میخوام شما رو وادار به فکر کنم. اصلا فکرش متوجه یه آدم دیگری است، حتما این نیست، ولی میخوام بگم، نه صبر کنید عزیز، من میخوام بگم که شما نمیتونید، ببینید شما نمیتونید نسبت به کار یه آدم بگید من نمیدونم احتمالات چیه. احتمالات شما میتونه درست نباشه، واقعی نباشه، ولی شما بعد از اینکه این همه مدت با یه آدم زندگی کردید، شما که نمیتونید 20 سال ازدواج کردید، شما چطور میتونید یه آدمی که 20 سال کنارتون بود، ازش دو تا بچه دارید، دو تا بچه رو با هم بزرگ کردید، دو تا آدم تحصیلگرده اید، تو ایران بودید، اینجا هستید، ندونید که این آدم از نظر شما، من نمیخوام نظر ایشون رو بپرسم، من نظر شما رو میخوام، نظر شما میتونه درست یا غلط یا واقع بینانه باشه یا نباشه. مرزم این است که شما چگونه میبینید. شما من بگید چرا همسر تحصیل کرده شما با شما چنین میکنه. شما میتونید بگید از اون ماجرا به بعد از من متنفر شده یا قصد انتقام داره، یا بیمار روانیه، این به نظر من این مشکل روانی رو دارن، یا نه اصلا یه آدمی است با یه ویژگی هایی، یه دنیایی برای خودش داره و یا یه زندگی دیگر رو انداخته. آخه خارج از اینا نمیتونه باشه عزیز. بنابراین بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما فکراتون رو بکنید، به من بگید به نظر شما همسر شما موضوعش، مسئلهش، مشکلش، گرفتاریش، بیماریش از نظر شما. آقای دکتر سوالی فرمودید که چرا مثلا برای این پول خانم من یا برای هر چیزی به نظر من مشکل همسر شما چیه با شما عزیز؟ به چیزی که الان وجود داره من میتونم بگم اینه که حقیقتا در حال حاضر لابی بین ما نیست. این مشکل بزرگ من میبینمش. خب چه مدتی است که فکر کنید علاقه میان شما دو از بین رفته؟ با اول کی از بین رفت، دوم کی؟ دوباره بفرمایید. من سوالم این است که چه مدتی است که این مهر و محبتی که قرار بوده یا بوده بین شما به تدریج کم شده، و کی اول این علاقه را از دست داد و دومی کی بود؟ من تیکه آخر صحبتتون رو نفهمیدم. مدتش هلوش چند ساله؟ آخه میتونم بگم 3 سال 4 ساله. سال دیگتون کی بود آقای دکتر مدرد؟ خب بعد کی بیشتر این علاقه رو، کی زودتر علاقه رو از دست داد؟ حقیقتا ایشون از دست داد. یعنی من خیلی دنبال ایشون بودم، همیشه به ایشون میگفتم خب بیا صحبت کنیم، من واقعا میخوام رابطه‌مو خوب باشه، من حقیقتا صادقانه گفتم من نیاز دارم که این رابطه زناشویی لاف داشته باشم شما رو، ولی ایشون دست رد به سینه من زد. نه آخه جوابشون چی بود؟ نه ببینید عزیز، امکان نداره ایشون فقط سرشو کچ کنه بره، یه چیزی میگه،
مثلا تو لیتل تو لیت دیر شده یا تو نه سب نه 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 عزیزم ببینید نرید به اون منطقه. شما نمیتونید بگید ایشون یه جوابی نمیده سر نخی، اصلا دروغ حرف بی خود. برگرده بگه مثلا تو یادت رفته جلو مادرت با من چه کردی، مثلا به همین سادگی. یعنی یه چیزی ایشون میگه من هنوز نتونستم. ببینید من از شما نمیتونم بفهمم که چه خبره، برای که متاسفانه گفتگوتون دقیق و به هر حال تو بس تو د پوینت نیست، یعنی به موضوع توجهی نداره، یه حرف خیلی کلی است که معنی نداره. به همچنین که عرض من به شما اینه، شما که چند بار به ایشون گفتید بیا با هم حرف بزنیم، واکنش ایشون همراه با چه واژه هایی بوده، چه حرفایی به شما زدن؟ یکی از چیزایی که خب خیلی مطرح میشه، ما ایشون یه سری آرگومنت هایی بود بین ایشون و خانواده بنده. خب ایشون رو اون مسئله همیشه عنوان میکنه که تو نمیدونم خانوادت اینن و اونن و نه خانواده چیه؟ یک عنوان نه ببینید اینه که من با بقیه خانوما افر دارم. خب ببینید مثلا هر دفعه بفهمید. نه 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 صبر کنید دکتر عزیز، آخه قربونتون این همه کوشش من ده 15 دقیقه از تلاش میکنم ببینم ایشون چی میگه. حرف اول ایشون در مورد خانواده است. این مال زمانی است که در ایران بودید یا هم اکنون که در کانادا هستید؟ از نظر ایشون ادامه داره؟ ایشون ادامه داره، حتی با وجودی که مثلا ما الان شاید ایشون 10 سال با خانواده من صحبت نکرده، هنوز مسائل پیش میکشه. اینی که من نمیتونم دقیق به شما بگم چون بستگی به شرایط داره. مثلا بعضی وقتا پیش میاره که مثلا من با خانمای دیگه هستم، بعضی وقتا نه 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 میرسیم به اونا عزیز من، میرسیم به اونا. شما لطف کنید سوال منو جواب بدید در حدی که میتونید. اگر من ایشون رو در یه تنگنایی بگذارم، نه مثل شما که همجوری جواب ندید ولی جواب بده، بگم بدترین کاری که اعضای خانواده شوهرتون با شما کردن کی بود؟ چه کرد؟ چی به من میگه؟ بدترین قضیه که داشته یک بحثی با پدر من بوده که ایشون داشته سر یه مسئله خیلی عنوان میکننش. مال چه زمانی بوده؟ تقریبا 15 سال پیش. بسیار خوب. راجب چه؟ نمیخوام جزئیات، موضوع چی بوده؟ مالی بوده؟ آره مالی بوده. یعنی ایشون مدرکی رو میخواستن که پدر من به ایشون نداده بود. یعنی دیگه با هم بحث کردم، بعد بنده به پدرم گفتم خب چون ایشون ایران بودن، رپرزنتیتیو من بودن، پدرم مدرک و خانم من خواسته بود، پدرم نداده بود و گفته بود از بنده بود بپرسن. بنده هم خدمتشون گفتم خب عیبی نداره، زحمت بکشین بدین. یه مقدار شکراب بینشون بود آقای دکتر، همونم باعث شده بود که یه مقدار پدر بنده عکس العمل نشون بده. یعنی چی پدر شما مسئله؟ نه عزیز من، عزیز من، پدر شما عکس العمل نشون بده یعنی چی؟ بفهمید؟ چی فرمود عزیز من؟ من نمیدونم تلفن شما چرا اشکال داره. پدر شما ممکنه بگه مثلا احمق بی شعور، این چی از من میخوای؟ این عکس العمل آخه چه عکس العمل ایشون چوره؟ یه کسی میگه من یه اطلاعاتی راجع به شوهرم میخوام، ایشون میگن باید پسرم بگه، شما میگید بدید. عکس العمل پدر شما چی بوده؟ اون مدرکی رو خواسته بودن که خب پدر من گفته بود من از پسرم میپرسم بهت میگم، و ایشون ناراحت شده بود که چرا با من تراس نکردن و ایشون ناراحت از اون موقع. بسیار خوب. ایشون از اون موقع به خاطر یه آدمی که بهشون اطمینان که ناراحتن، بسیار بیخود ناراحتن. پس این معنی نداره زندگی زناشویی که نمیتونه با یه همچین چیزایی شلوغ پلوغ باشه و به هم بریزه عزیز. پدر شما به هر دکتر منم خودم گیجم در این زمین. نه خودم عزیز من، این مسائل همیشه مطرح میشه. خیلی خوب. نه 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 عزیز من، باز برمیگردم، چرا گیجید؟ اگر یک کسی به من حرفی از این قبیل بزنه، حرف من این است که یا بیماره یا حق بازه. برای که یه موضوع صبر کنی، نه صبر کنی، یه موضوع کم اهمیتی رو داره اینقدر بزرگ میکنه. دوم یا یه بیمار روانی است که اگر پدر شوهرش برگشت بهش گفت، اصلا نشون داد که بهش اطمینان نداره، این زندگی زناشویی رو به هم میریزه.
خب آخه ایشون چشه؟ شما تشخیصتون راجع به هم بعدی که شما میفهمین دیوار روانی من هزیتیت دارم که بخوام بگم به خاطر که متخصص این کار نیستم. عزیزم کی از شما عزیز من من کی گفت ما گفتم نظر حرفه ایتون رو بگید. من کی گفتم نظر متخصص من فکر میکنم ایشون دچار چیزه خیلی بدبینه و انزایتی هم داره، نگرانی داره، مثلا چیزه بدبینی راجع به من خیلی میگه که من اصلا خودم تعجب میکنم چرا میگه. مثلا شما اشاره کردید به رابطه شما، بفرمایید. یه مثالی براتون بزنم، مثلا یه دفعه من با یه همکارم میخواستم برم جایی، ما تاکسی کرایه کردیم بریم، مثلا بنده عقب ماشین میشستم، همکارم هم نشستن، رفتیم مثلا یه جایی، یه فاصله مثلا 5 کیلومتری بود، خانم من دید که نشستم عقب ماشین کنار همکارم، نه که کنار، ایشون اون سمت اون ور نشست، بنده سمت این ور. خب خانم متشخص و خانومی هم که خب حقیقتا بنده احترام براشون قائلم، همسر بنده از اون موقع بنده به من میگه که من دیدم تو نشستی تو ماشین، تو افر داری، رابطه داری. من اصلا بهشون میگم من نمیدونم چرا به خودت اجازه میدی راجع به یه نفر دیگه. نه این حرف معنی نداره که شما میگید. یه مردی نشسته کنار یه خانومی تو تاکسی، حتما با توضیح ورش داشته باشه. شما از کجا به کجا میرفتید؟ من حضورتون عرض کنم که یه میتینگی بود، من توی شهر دیگه بود، با خانومم بچه هامونم بردم اون هتل گرفتم، بعد همکارا همه تو اون هتل بودیم، صبح که میشد از محل هتل تاکسی میگرفتیم میرفتیم به محل میتینگ. یعنی خب پس دیگه بنابراین اگر شما از هتلی که همه بودن و ایشون خبر داشتن و اون خانم هم اونجا بودن میرفتید به محل ملاقات یا کنفرانسی که داشتید، اشکالی نداره. خب ایشون ولی خب اینه که ایشون میاره که بنده با ایشون افر داشتم، من نمیدونم از کجاشون میاره. نه خیلی خب، آیا من اگر به ایشون بگم دلایل دیگری دارید، حرف دیگری دارید، من چی میگم؟ حقیقتا من نتونستم جواب منطقی از توش در بیارم. من جواب منطقی نمیخوام، اصلا دروغه ایشون. آره جواب حرف بخوان بگن، میگن من دیدم تو کنار اون خانم نشستی، مثلا بلکه اونو قبول کردم نگاه میکردی، این حرف اینطوری. خب من خودم از این چی من میگم غیر از این چی میدونید درباره رابطه همسرتون با این خانم؟ هیچی ندارم بگن. Okay. برای همون هم من فکر کنم وقتی من وارد بحث میشم ایشون صحبت نمیکنه، به خاطر که میگم خب بشین به من بگو دلیل چیه، بلند میشه میره، حاضر به حرف زدن نیست. خب شما چرا میخواید تو این زندگی بمونید؟ آقای دکتر، دلیل اصلی موندن تو این زندگی، من حقیقتا صحبت های شما رو گوش کردم، چرا ازدواج، چرا طلاق. یکی از مسائلی که بود اینم شما پیشنهاد کردین که چیز میکرد، توصیه میکردین که بچه زیر 12 سال خوبه که جدا تو این بحران جدایی نباشه. درسته، مقداری نگران پسرم هستم و نمیدونم دلیل اصلیش اونه. حالا اگر فرزند نمیداشتید یا پسر کوچکتون 16 سالش بود، شما دلتون یا فکر میکنید درست بود که جدا بشید؟ من پیشنهادی ندارم، میخوام نظرتون رو بپرسم. قطعا آقای دکتر، اگر من این فرزند کوچکم نبود قطعا جدا میشدم و حقیقتا من برای مدت یک سال هست که دنبال خانومم هم که بریم جداشیم. ایشون همیشه میگه تو خودت برو جداشو. خب شما چرا دنبال ایشون هستید؟ شما در یک کشوری برای جدایی؟ من میخوام که دلیل اصلیش اینه که میخوام به بحث دعوا و وکیل و اینا نرسه. بشینیم چه فرقی میکنه؟ صحبت کنیم. چه فرقی میکنه؟ من چی میخوام تمومش کنیم؟ نه اصلا هیچ معنی نداره. شما نه اینکه پیشنهاد دارم، شما میخواید جدا بشید، فکر با این زندگی اینقدر بده، جدا بشید، میرید دادگاه. وکیل که کار خاصی نمیکنه. وکیل میاد بر چارچوب قانون. نه صبر کنید. دو تا مسئله دارید، یکی مسئله مالیه که روشنه، تازه وضعیت ایشون هم روشن میشه، برای که باید همه حقوقشون همه رو نشون بدن.
دوم یکی مسئله حضانت فرزندتونه که با توجه به شرایطی که بهش اشاره میکنید فرزند بزرگترتون که مسئله‌ای نداره، کوچکم به هر حال بین شما دوتا خواهد بود. شما احتیاج نداره که رضایت ایشون رو بگیرید، بچه دنبال رضایت ایشون. حالا سوال بعدی من این است که نه صاحب آخه میخواستم شما با همین میخواستم دارید زندگیتون از هم میپاشید، به من بگید ایشون با جدایی و طلاق به نظر شما موافقن یا مخالفن؟ ایشون هیچ وقت حاضر نشد راجبش صحبت کنه. نه من متوجه هستم با شما عزیز دل، عزیز دل، آقای دکتر من کی گفتم نظر؟ گفتم شما هر ستون چه، شما میگید من میخوام طلاق بگیرم. آخه عزیز یه آدمی هست که 20 دفعه دنبال طلاق گرفتن میره، شما میتونید بگید نه نمیخواد طلاق بگیره. به نظرتون چی میاد؟ یه ذره صداتون اکو شد، من نشدم. نظر ایشون چیه که میخواد طلاق بگیره؟ نفهمیدم. میگم به نظر شما همسرتون میخوان از شما جدا بشن یا نه؟ نه نمیخوام. بسیار خوب، شما فکر میکنید چرا نمیخوام؟ یه شوهری هست که رابطه احساسی عاطفی نداره، رابطه جنسی نداره، پولا رو پایین و بالا میبره، با خانوادهش مسئله دارن، ایشون چرا نمیخواد جدا بشه؟ من فکر میکنم یه مقداری شد از تنهایی و جدایی چیز داشته باشن، نگرانی داشته باشن. و یه چیز دیگه هم هست که من نمیخوام از خودم تعریف کنم، من خب آدمی هستم که ایشون معمولا دیر میاد از سر کار، معمولا ساعت کارشون 7 تموم میشه ولی من اکثر اوقات تا 9 نمیاد خونه و چه رو من نگهداری میکنم، آشپزی رو من میکنم، تعمیرهای خونه رو من میکنم. یعنی یه حالتیه که من فکر کنم ایشون فکر نمی کنم امکانی داشته باشه، خیلی شانسش پایینه بخواد یه نفر گی بیاره که پدر بچه ها باشه، تکرشون بکنه و ایشون هم که خب هر وقت دلش بخواد بره بیاد، جوابگو هم نباشه هیچ وقت. حالا اگر بگم پرسش شما از من چیه، به من چی میفرمایید؟ من پرسشم اینه که با این شرایطی که هست، خب من از نظر احساسی عاطفی وضعیت خوبی ندارم و فکر میکنم باید جداشم، دنبال این هم هستم که برم وکیلی بگیرم جداشم. مسئله اصلی پسر 10 سالمه که نمیخوام که خواست خودم که بحث جدا شدنه نیازه ایشونو در نظر نگیرم. خب حالا فکر میکنید بچه ها چقدر دخترتون هم پسرتون با ماجرای جدایی به هم میریزن و یا چند رازه فکر میکنن زندگی زناشویی شما خوبه که از به هم خوردنش ناراحت باشن؟ حقیقتا اینا دارن هر روز میبینن که رابطه خوبی نیست، ولی که من برداشتم اینه که بچه ها دوست دارن پدر مادرشون رو با هم ببینن. من کاری نرم، من بحث رو چه بچه ها دوست دارن پدر مادر کنار هم ببینن، بحث این است که بچه های شما دلشون میخواد این پدر و مادر کنار هم باشن یا نه باشن. پسر بزرگم که قطعا میگه نه، ایشون به من میگه که حقیقتا میگه تو آدم بدبختی هستی، چیزی که ایشون به من گفته. مقصودش از اینکه شما آدم بدبختی هستید چیه؟ میگه این چه زندگی است که تو قبول کردی؟ آره دیگه، میگه خب تو از ماها همش تکر میکنی، برای کار میری، کار خونه رو میکنی، مامان میره بیرون صبح، بعد از کارش هم تموم میشه 2 ساعت دیرم بیاد، ما نمیدونیم کجاست. خب حالا خب شما پسر کوچکتون فکر میکنی چی میگه؟ پسر کوچکم یه مقداری به سر کوچیکم بعضی وقتا ابراز ناراحتی میکنه که یکی مثلا ما با هم چیز داریم، بعضی وقتا بحث داریم تو خونه و صدای ما بالا بره، ولی خب کلن فکر میکنم براش بهتره ما جدا شیم، چون درگیری کمتری تو خونه وجود خواهد داشت. برادر عزیز، بنابراین ماجرای بچه ها مطرح نیست، به گونه ای که شما توصیف میکنید، یه دفعه دیگه به گونه ای که شما توصیف کنید، اسم این نه زندگی زناشوییه نه پدری و مادریه،
نه خیلی محیط مناسبی برای بچه هاست. انتخاب شما بین بد و بدتره، زندگی بدی دارید، طلاق هم بده. مهم اینه که فکر میکنید کدامش برای همه تون در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت بدتره. اونی که بدتره رو کنار بذارید، اونی که بده رو قبول کنید. اگرم حساسیتی دارید در مورد فرزند پسر 10 سالتون، که البته من هنوز متعجبم چرا بعد از 8 سال شما تصمیم گرفتید باید بچه دار بشید، حالا اونو بگذاریم ازش، یکی دو سالی صبر کنید و ضمناً ببینید آمادگی او برای این موضوع چه هست. چون گفتم بچه ها بین 8 تا 12 بیشترین آسیب رو از جدایی میخورن، نه اینکه در زمانهای دیگه نمیخواه، اینجا بیشترین، ولی برخی از اوقات شرایط طوریست که بیبسا برای فرزند شما در این وضعیت نباشه، مثلا با حرفایی که زدید. بنابراین به نظر من اگر همسرتون میان که با مشاوری صحبت کنید حتما این کارو بکنید، اگر ایشون نمیان خودتون حتما برید و اگر ایرانی باشه یا کانادایی باشه اونقدر فرقی نمیکنه، یه 5 جلسه برید تا حدود زیادی روشن میشه، شاید هم بخوان با بچه هاتون یه صحبتی بکنن و بعدا یه نظر بهتری بدن. اگر یه روزی هم همسرتون اینا رو شنیدند و مایل بودن که روی خط بیان و صحبتی بکنن، خوشحال میشم که بشنومتون. در غیر این صورت به نظر من موضوع جدی بگیرید و دلیلی نداره که این گونه هر چهار از هم بپاشید، فقط صرف نگه داشتن این ظاهری که من درش هم هیچ جنبه مثبت و خوبی نمیبینم. امیدوارم هرچی خیر صلاح هر چهارتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از لطفتون.